سلام عزیزان، سلام دوستان خوبم، امیدوارم خوب باشید. چقدر خوشحالم که بیننده برنامه من در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران و اینستاگرام هستید. به خاطر اون چی که داره میگذره و این چی که میبینیم که خشونت چقدر داره روی بچه ها اثر میگذاره، این خبرها، این رسانه ها و حتی اونهایی که در تلویزیون بچه ها میبینن، در تبلت هاشو میبینن، در گوشی هاشو میبینن و چقدر روی بچه ها اثر میگذاره و چقدر تلفن دارم راجع به این موضوع و این رفتارهای پرخاشگرانه و این خشم و عصبانیت در خانواده ها حالا میتونه به طور معقول و نامعقول یا به توسل، به زور، داد، فریاد، رفتار غیر متعارف، آزاردهنده، وربالی، شفاهی، توهین، تهدید، تحقیر یا فیزیکی باشه. به هر صورت تمام اینها روی بچه ها اثر بسیار زیادی میگذاره و موجب هیجانشون میشه، ترسشون میشه، استرابشون میشه، افسردگیشون میشه، کابوسشون میشه و بعدم تروماتایز میشن. وقتی یک آسیبی اتفاق میفته برای بچه ها، نوجوانان و برای هر کس، برای ما هم همینطور، برای هممون، میبینیم که بعد از مدتی چقدر افسرده ایم، چقدر حالمون بده، چقدر بی‌حوصله ایم، چقدر افسرده ایم و چقدر اصلا نمیخوایم کارهایی که قبلا میکردیم انجام بدیم. در هر سنی میتونه این برنامه ها اثر بسیار بدی رو آدم ها بگذاره و مهم نیست که سنی هستیم، ولی جوانان به خصوص به خاطر اینکه پری فرانتال کورتکس مغزشون هنوز شکل نگرفته و فرق و خوب و بد رو کمتر میدونن، ولی میدونن از سن من بگم 3 سالگی هم به بالا حتی خیلی چیزا رو متوجه میشن، احساس عدم امنیت میکنن، احساس ترس میکنن، احساس پیچیدگی زندگی میکنن، احساس اینکه یه چیز بدی داره اتفاق میفته و حتما من هم قربانی خشونت میشم، حتما من هم پدر و مادرم و عزیزانم رو از دست میدم. و اصلا بسیاری از این خشم ها، بسیاری از این عصبانیت ها، بسیاری از این پرخاشگری ها از دوران کودکی و ریشه در دوران کودکی داره. و وقتی که میبینیم که آدم هایی که حرمت به نفسشون کمه، با خودشون راضی نیستن، از خودشون خوشحال نیستن و در واقع مکانیزم های دفاعیشون اینه که displacement، من خشم و عصبانیتی که دارم بریزم روی یکی دیگه، حالا هر جوری هست، پدری از سر کار میاد عصبانیه، سر کارش میریزه رو بچه هاش، میریزه رو خانوادش. این انواع اقسام مکانیزم های دفاعی ما داریم، انکار کردن، دینای کردن، نه 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 بچه من نیست، من نیستم، ما همه خوب هستیم و چیزی اتفاق نمیفته. ولی ما میبینیم که دقیقا همه چیز اتفاق میفته و اگر یکی از اعضای خانواده حالش مناسب نیست، خوب نیستش، این برای همه اتفاق میفته و در واقع همون کودک آزاری ها و همه کاری که اتفاق افتاده باعث میشه که جوانای ما بیشتر متهاجم بشن، بیشتر وحشی بشن و بیشتر از خشونت استفاده کنن. خشونت جنبه روانی داره، جنبه فیزیکی داره، بیمار میکنه انسانها رو، بیماری های سایکوسوماتیک میگیرن، بیماری های روانتنی میگیرن، فایبرومایالژیا میگیرن، بیماری های بسیار زیادی هستش که انسان ها به خصوص بچه ها برای داشتن خشونت به اونها به هر نوع و شکل و فرمی که میبینید، در خیابان، در خانه، در تلویزیون، در رسانه ها، در آیپد ها، فیلم های بسیار وحشتناکی که میبینیم بچه ها چه در اینجا چه در ایران میبینن و اینا بازتابی بسیار بعد روی بچه ها داره. بچه هایی که مورد خشونت واقع میشن، بدونید خودشون هم خشونت وارد میکنن و اونهایی که بولی میشن، مورد آزار واقع میشن، خودشون هم بولی میشن و بچه های دیگه، آدم های دیگه، انسان های دیگر رو
در واقع آزار میدن. بنابراین ما باید ببینیم که مادر و پدر چه نقشی دارن که در رابطه با این رسانه ها، با این خبرها، با این اوضوع ها که بچه ها پای تلویزیون ها هستن، تو خیابون ها هستن، حتی وقتی بچه ها نگاه میکنن تلویزیون ها، انگیزه اونا رسیدن و شنیدن خبرهاست و خیلی مشتاقتر و باهوشیارتر از بزرگ ها هستن که آلوده میشن و نگاه میکنن. بنابراین ما تأثیر اون رو در جامعه میدونیم، حرمت به نفس کم، ترسای زیاد، تروماتایز شدن، پست تروما استرس دیسوردر، آسیب های پس از صدمه. ما هنوز که هنوز جنگ های داخلی و جنگ های آمریکا با کشورهای دیگه و به خصوص ویتنام و غیره، ما آثارش رو داریم میبینیم. ما هنوز مریض داریم تا سال 2025 هم هنوز و 2030 هم میگن که هنوز اینا تروماتایز هستن و خواهند بود و خواهید دید. بنابراین ما میخواییم ببینیم چگونه بچه هامون رو از این مسائل دور کنیم، که از خشونت دور باشن، از این آسیب ها دور باشن، نگذاریم شاهد این تلویزیون ها و این برنامه ها باشن و تا جایی که ممکنه باشون نزدیک باشیم، صحبت کنیم. و حالا شما نمیتونید، هر ترسی دارید نمیتونید ترساتون رو پنهان کنید. بچه ها میبینن، بچه ها متوجه میشن، بچه ها میشنون، ولی تو خود خونه شما، تو خود خونه شما، چون جنگم از همون خونم شروع میشه، از توی خونم شروع میشه و ترسا از اونجا شروع میشه. و میبینیم که هست بیش از، یعنی آماری که در اینجا هست که وحشتناکه. وقتی که خشونت خانوادگی رو میبینیم در ایران هم بسیار زیاده و 60% بچه ها آمار هست در ایران بین 9 تا 10 شب تلویزیون نگاه میکنن، اخبار رو میبینن، شاهد رسانه ها هستن و اینها بسیار براشون وحشتناکه، ترسناکه و مادر و پدر جلوی این چیزا رو نمیگیرن و خودشون هم تازه با اونا نگاه میکنن. تازه همه اینها یک طرف متاسفانه تأثیر فرهنگ غرب، یک طرف و به هر صورت خود فرهنگ ما هم فیلم های و سریال هایی که من میبینم و میشنوم، لاک پشت های نینجا، باب اسفنجی، چند تاشو نوشتم، برد عنکبوتی، پاندای کوفک فوکار، من ندیدم اصلا ولی شنیدم بسیار بده، اصلا یخبندان، همه اینا خشونت های بسیار بدی داره که شماها اجازه میدید بچه هاتون ببینن. این رسانه ها به خصوص میتونه برای بچه های زیر 8 سال صدمات روانی بسیار بد، روحی روانی بسیار بدی براشون به وجود بیاره و اونها رو در تخیلاتشون میبره و دنیا رو زشت میبینن، دنیا رو خشن میبینن و ببخشیدا از دیگران هم یه جوری انتظار دارن خشونت آمیز باشون رفتار شه. مادر پدری که به بچه ها میگن یک بار آروم میگن این کارو کن، دو بار میگن این کارو کن، گوش نمیده. اونا منتظرن که یه دادی باشه، یه خشونتی باشه تا یه کاری بکنن، گوش بدن. دنیا رو این بچه ها مکانی بسیار خطرناک میبینن و میگن که خب همینه. حتی من راجع به الان نیستش، سالها پیشم مراجعه کننده داشتم که میگفتم خب چه خبره تو خونه شما، دعوا میشه اینا؟ میگفتن که خب کدوم خونه دعوا نمیشه، کدوم خونه بزن بزن نیست، کدوم خونه قهر نیست. و این تعجب آوره برای من که اینجور میکنن، میگن. و برخی از انسانهای بزرگسال، جوانان، دیگه ترس از خشونت ندارن، اصلا میپذیرن که خشونت یک راهیه برای حل مشکلات. تا ما داد نزنیم، فریاد نزنیم، فحش ندیم، کتک نزنیم و کاری نکنیم، کسی به ما گوش نمیده. و در واقع ناخودآگاه و خودآگاه اینا خودشون یادشون هم نمیاد قربانی قربانیان بودن، قربانی خشونت بودن، ویکتم بودن، یعنی قربانی بودن، ویکتم بودنه. و همانند سازی میکنن و ممکنه ناآگاهانه باشه، یه مقدارش هم آگاهانه است،
بسیار خطرناکه و الگوبرداری میکنن بچه های ما که خشم رو میبینن. مطمئن باشید که عشق خشم رو به زودی بروز میکنن. اگر میبینید که مثلا شما میگید که فرزند من بسیار ساکته، تو اتاقش میره، به کسی کار نداره، درساشو میخونه، ولی خب بعضی وقتا یه دفعه پرخاشگر میشه، داد میزنه، اینا اون بچه ترسش میریزه توش. اون بچه که جلوی شما وای میسه و احساسشو به شما میگه، حرفشو به شما میگه و حتی مثل شما وقتی با داد میزنی به شما میگه ساکت داد نزن، اون خیلی بهتره تا بچه‌ای که سرشو میندازه پایین و به نظر شما بچه بسیار خوبیه و هیچی نمیگه. قراره به شما یادآوری کنه. من بچه 3 ساله 5 ساله کلاینت ها میان تعریف میکنن که اگر مادر یا پدر بلند صدا کنن میگه چرا مامان یا چرا بابا داره داد میزنه، برای چی داره داد میزنه؟ و یه مادری میگفت نه بابا داد نمیزنه، این داره حرف میزنه. گفتم نکنید اینجور، شما دارید بچه رو اینیبل میکنید که باور کنه که این یه نوع حرف زدنه و این پاورش میکنید، این قدرت رو بهش میدید که اونم یه چیز رو میل نداره داد بزنه، برای اینکه میبینه که اونی که داره داد میزنه به اون چیزی که میخواد خیلی زودتر میتونه برسه و مردم بهش گوش میدن. نویسنده به نام کانزیک مایکل نشون میده ثابت کرده که اول از همه رفتار خانواده و بعد رسانه ها، رادیو تلویزیون ها و تمام این آیپد و آیفون و همه اینا که همه تون دارید که بچه ها دستشونه، اصلا زیر 3 سال که نباید دستشون باشه و بعد از اونم باید تا 12-13-14 باید با نظارت شما باشه، ولی متاسفانه برای اینکه راحت باشیم بچه ها رو این آیپد و آیفون رو میدیم و نگاه میکنن کارتون ها و بقیه چیزها رو، اخبارمون وسط میاد، گاهی فیلم های بد میاد وسط و اصلا شما متوجه نیستید. قراره با بچه هاتون وقت بگذرونیم و نگاه کنیم که همراهشون باشیم که چی رو نگاه میکنن چی رو نگاه نمیکنن. قرار نیست کامپیوتر و آیپد و تلفن تو اتاق خوابشون باشه و در اتاق خواب بسته باشه. سلام به همه شما دوباره. من یه رفعه سلام عزیزی دیدم، حتما بیایید رو خط اگر پرسشی راجع به فرزندانتون، عزیزتون، همسرتون، هر چی دارین، فقط نباید برای بچه ها باشه ولی خودم مهمه، بسیار مهمه، میتونید بیایید رو خط، من چند دقیقه هستم که صحبت کنیم. هر بار میبینید که برنامه خوشنودآمیز روی کانال تلویزیون هست بهش بگی با منطق خودشون که در خور فهم خودشه، نرید فقط خاموش کنید، بگید من این رو میبندم چون این فیلم بسیار برای شما مضره و این فیلم باعث میشه که تو حالت بد بشه و خدای نکرده فکرای بد کنی، خواب بد ببینی، اثرات منفی رو بگذاره و نگذارید بچه های شما با اینا به خواب برن. ساعت خواب و بیداری بچه ها مشخص باشه و به هیچ وجه نگذارید که برنامه هایی رو که لازم نیست، قرار نیست ساعت 9 تا 10 بچه ها تلویزیونی ببینن، حتی خیلی از فیلم هم که شما میبینید براشون خوب نیست. بله، سوالای خودتون رو میتونین مطرح کنین اینجا، من تا جایی که میتونم میخونم. مهتاب عزیزم مسافرت هستند و حتما میان و حالا اگر بشه ساید خانم ساناس بیاد روی خط صحبت کنه، اگر پرسشی هست به خونه آقای امین بگه یا خود من ببینم، اگر پرسشی دارید راجع به خودتون، عزیزانتون، بچه ها و اینکه چگونه رابطه مؤثر با فرزندانتون داشته باشید که به اونجا نرسن. من سیدی من چگونه رابطه مؤثر با فرزندان نوجوانان دارم که همه رایگان در توی یوتیوب و رسانه ها هست. ببخشید چیزی که اتفاق میفته، بچه ها به خصوص نوجوانان مهارت بیان احساساتشون رو
مثل بعضی بزرگا ندارن، حالا بزرگترها هم فکر نکنید که همه دارن، ترامای دوران کودکی، ترامای دوران نوجوانی بسیار وحشتناکه و میمونه. حالا ساناز نوشته آیا درست است که بچه ها رو به تظاهرات ببریم چه در داخل ایران و چه در خارج ایران؟ من پیشنهاد میکنم این کار رو نکنید، چون بچه ها به هر صورت میدونن، شاهد هستن، ولی اتفاقاتی که داره میفته لزومی نداره که اینها ناظر باشن و ببینن. چه فرقی میکنه برای شما بودن اینا؟ اینا احساسات شدیدی مانند ترس و شرم و خجالت و احساس گناه و درماندگی و ناتوانی دارن بچه ها. اینا نمیتونن تحمل کنن، اینا این تحمل رو ندارن. مسئولیت بزرگ شما اینه که به بچه ها آرامش بدید. بنابراین چطوری میخواید ببردیشون وسط آتیش که چی رو میخواید ثابت کنین؟ چی میفهمه این رو؟ بچه ها متوجه چی میشن؟ آره عصبانی میشن، خشمگین میشن، میان چند تا چهار تو خونه میدن، ولی این ترامای دوران کودکی وقتی شاهد چیزایی باشن، شاهد چیزایی باشن، خونریزی باشه، حمله باشه، فشار باشه، داد بیداد باشه، براشون استرس میاره. و شما ممکنه بتونین استرستون رو اداره کنین تا حدی. الان که امروزه همه ناراحتیم، همه حالمون خوب نیستش، ولی با بچه ها براشون مشکله که با ترس هایی که دارن روبروشن درکش کنن، ببیننش، معنا بدن. اونا باید از زبان شما بشنون که همه چیز امنه، همه چیز امانه، ما با هم خوب هستیم، ما سیفیم. بهشون آموزش بدید که حالا اگر تالا دیدن و میبینن، به هر حال میبینن بچه ها، ولی خب حالا وسط مرکب نبریمشون، خب بهتره. بهشون بگید که با تمرینات تنفسی، با نوشتن، با نقاشی کردن، با رنگ ریزی متفاوت کار کنن رو خودشون، با همینطور سنتراپی، بازی کردن با شنها و ساختن آدمک ها و غیره رو باشون کار بکنید. بچه رو میخواید به طور قاطع بهش بگید که نه اینجا قرار نیست بیای، اینو قرار نیست تو ببینی، به درد تو نمیخوره، و لمس فیزیکی، نوازش فیزیکی در آغوش گرفتن که من هستم برات همیشه، تو امنی، ما امنیم، همه اینا رو به بچه ها باید بگید و امنیت رو بهشون بدید. این بچه ها مورد آزار قرار میگیرن. حتی حالا میگم جنگ بیرون هست، جنگ تو خونه هست. من سمیناری که چندین سال پیش داشتم، حدود 20 سال پیش بود که از آمریکا میرفتم، در این فرودگاه که چقدر ترس داشتن و چقدر ما رو چک میکردن، اجازه بدید من جواب بدم. دختر من 10 سالش رفت، من دیگه نمیدونم، دوباره اونو کپی کنین بفرستین برای من، من دیگه سری رفت، نتونستم بخونم. اگه کسی میتونه، ادمین عزیز، اون رو برای من کپی کنه بفرسته، یا دوباره خودتون بگذارین. والدین باید حواسشون باشه، ارتباطات چشمی بچه ها، ارتباطات فیزیکی بچه ها، کلامی که دیگران میگن، دوستان چه خبر هست چی میگن، به اونا باید قوت قلب بدن. و من میترسم که این بچه ها دچار بیماری های بسیار شدید، افسردگی های شدید، ترس های شدید، اضطراب های شدید، خشم های شدید بشن. با نواختن، بدترین شرایط نواختن موزیک، داستان خوندن، گل کاری کردن، ورزش کردن، بیشترین وقت نقاشی کردن با ایشون، و راجب کتاب خوندن و راجب کتاب با هم دیگه صحبت کردن خیلی مفیده. حمایت شما و عشق شما، توجه شما، نگاه شما، تماس شما، بودن با بچه ها اولین اولویتی که بچه ها میخوان. بنابراین چون 10 سالشه و کلاس چهارم، خیلی با هم کلاسی هاش چیکار میکنه؟ نمیبینم دیگه، ندیدم. با هم کلاسی هاش
جنگ میکنه، احتمالا دعوا میکنه، و این از لحاظ عاطفی اگر داره میجنگه یعنی این بچه عصبانیه و شما باید ریشه عصبانیتش رو پیدا کنید. دیگه نمیدونم چی نوشتید، زیرش نشون نمیده، لطفاً کسی دیگه میتونه بخونه بنویسه. خیلی تلاش میکنه، نوشتن که بچه من رقابت داره و میخواد بهترین باشه. خب رقابت اون از کجا اومده؟ بچه های کاملگرا از کجا اینطوری میشن؟ پرفکشنیست ها از کجا اینطوری میشن؟ از مادر پدر ایرانی، که اغلب ما مادر پدرهای ایرانی جنرال انگزایتی دیسوردر داریم. یعنی چی؟ مثلا جامعه ایرانی استراب شایع داریم، از کودکی داریم، از رقابت ها داریم، از مادر و پدر که خواهرت بهتره، برادرت بهتره، دختر خالت بهتره، پسر خالت بهتره، و همه ایناست که شما به وجود میارید. اجازه بدید من خودکارم بیارم که سوالا رو بتونم سریع بنویسم. و بنابراین چیزی که داره اتفاق میفته، انتظار شما هم هست. مثلا با مادری صحبت میکردم که فرزند 16 سالشون که در همین جا شاگرد بسیار خوبی، دختر 25 ساله فرانسوی دکتر میخونه، شما چی بابا دوستی؟ بابا پسر فرانسوی دوست شده نوشتم نازنین 25 ساله، حالا نمیدونم کجا زندگی میکنی، نظر من چیه من بهتون میگم. بنابراین میخوام بگم که پسری یا دختری بود فرزنده ایشون که بسیار نمرات خوب و یه نوعی شاگرد اول، ولی این بچه استراب داره. حالا چرا؟ برای که مادر پدر میدوننم که این بچه نمراش خوبه، ولی اگر یک شب تکلیفشو سر موقع انجام نده و بره مثلا به ورزش کنه، تلویزیون نگاه کنه، پدر و مادر میان چی کار میکنن؟ تلویزیون رو قطع میکنن، وسایلشو میگیرن، میگن تا تکلیفتو نکردی نمیتونی. و این بچه که خودش شاگرد اوله، شاگرد خیلی خوبیه، دوچار استراب میشه، ناخون میخوره، حالش بد میشه و میگن چرا حال بچه من بده؟ شما قرار بچه تو یه بچه متوسط خوب باشه، متوسط، نه بالا نه خیلی پایین. اگرم پایین باشه، نابغه نباشه، جینیس نباشه، تو سوشال لایف و زندگیش هم با آدم متوسط خیلی بهتره، تا اینکه شما یه همچین انتظاری دارید و بعدم تنبیهش میکنید، گیمش رو میگیرید، تلویزیون رو میگیرید و اجازه نمیدید که خودش بدونه چی کار کنه. و به خانم که اینو گفتم، گفتش که آخه اگه ما نگیم نمیکنه، آخرین لحظه میکنه، استرس میگیره. چه خوب، عالی عالی، بگذارید خودش مسئولش باشه، خودش بکنه، خودش استرسشو داشته باشه و خودش بدونه پیامدش چیه. شما قراره با بچه‌تون عشق بدید، امید بدید، احترام بگذارید، آرامش داشته باشید، بگیر و ببند نداشته باشین. همین. کسی دیگه نوشته I'm assuming I have ADHD, I can concentrate and focus. Honey, could you if you come to Instagram and put request, I ask you a few questions and I will tell you if you have ADD or ADHD. عدم تمرکز با بیش فعالی یا عدم تمرکز ADD or ADHD، جوابتون رو میدم. And you can come on Instagram and I will definitely be more than happy to talk to you عزیزم. بنابراین امنیت میخواد بچه، بهش اطمینان میخواد داشته باشید، رسپکتش کنید، جرأت ورزی رو بهش یاد بدید. سوال دیگه برای زرین کنم، تک فرزنده، بعضی مواقع از برگرده زمانی از مدرسه برمیگرده از ساعت 4 عصر، زمانی که میخواد همش سرش تو آیپده. مرسی، شما بخونین اینا رو. خب اونم صحبت میکنم، 10 ساله که تو آیپده. خب راجب کسی که گفتن 25 سالشونه و دخترمه و میخواد با آقای فرانسوی نامزد شه، دوست شه،
آشناشه، رابطه داشته باشه، ازدواج کنه. عزیز دلم 25 ساله که دیگه اصلا جایی نیست که شما چیزی بگی. این بچه شما به اندازه کافی یاد گرفته که چه کار کنه و میدونه. بنابراین من این نوتارم این میخوام بنویسم سخته. بنابراین شما باید اجازه بدی خودش زندگیشو یاد بگیره. بچه های ما به قول خلیج عبران بچه های ما نیستن. بخیر خطی خیلی قشنگ یعنی بتونم پیدا کنم. بچه های ما فرزندان ما هستن و کسانی هستن که زندگی ما اومدن، تو زندگی ما اومدن تا چیکار کنن، به ما بیاموزن. ما فقط قرار یاد بگیریم از اینا. ما عزیزا قرار یاد بگیریم زندگی کنیم چگونه. بنابراین اگر شما اونجا گیر میکنی که بچه من اینجور هستش و من باید چیکار کنم، در این سن شما بسیار در اشتباه هستید. خلیج عبران شاعر لبنانی هستش، آمریکایی، مطلب زیادی به دنیا آمده، راجع به فرزندان نوشته. خیلی هم زیباست این تیکه. مسئولی آهان، فرزندان شما فرزندان شما نیستند. اونها دختران و پسرانی پر از اشتیاق، پر از عشق از طریق شما اومدند و نه از شما. قرار نیست مثل شما باشن. خدا رو شکر بچه های ما مثل ما نباشن. خیلی متفاوت و شجاعتر و راحتتر و آرومتر هستن. شما میتونید بدن ایشون رو بناه بگیرید ولی روان و روحشون رو نمیتونید. ما نمیتونیم. شما میتونید که مثل اونا بشید ولی هیچکار نخواهید که اونا مثل شما بشن، برای که از اونا میتونیم یاد بگیریم. زندگی نه به عقب باز میگرده و نه در دیروز رنگ میکنه. شما قراره به جلو برید همراه با بچه هاتون و همراه با اونا یاد بگیرید. به همون اندازه که ما به بسته بچه هامون وابسته میشیم، اونا رو به خودمون وابسته میکنیم و بیمارشون میکنیم و استرسشون میدیم. زمانی که به بچه ها استرس میدیم، خانم نوشته بچه من شب ادراری داره، چند بار میره دستشویی، نمیدونم چند سالشه. دقیقاً شب ادراری، اونم اگر تمام آزمون‌های لازم شده که از لحاظ فیزیکی امنه، خوبه، سالمه، که هر تستی هم بگیرین حتما اونو نشون ده. استرسه. استرس هم فکر نکنید فقط از خیابون و نمیدونم رسانه ها و اینا میاد، از تو خود خونه شروع میشه. کلاس کتابی هست به نام Parenting from Inside Out، خب دانیل سیگل، خیلی قشنگه و من خودم این شخص رو معرفی کردم، ببخشید آشنا شدم، نه که معرفی کردم، در کلاسش بودم حدود 17 سال 18 سال پیش، چرا بیشتر. و میگفتم که جامعه خیلی اثر میذاره رو بچه ها، محیط خیلی اثر میذاره رو بچه ها. گفت فقط فکر نکن محیطه، خانواده اثر بیشترینی رو داره، خانواده بیشترین اثر داره. کتاب فارسیش هم میگن هست. اتفاقا من میخواستم این کتاب رو ترجمه کنم، فهمیدم که داشت نوشته میشد. حتما اسم فارسیش هم بنویسین، کتاب Parenting from Inside Out رو از دانیل سیگل، که من خیلی برای من بنویسید نازنینان، خیلی خوشحال میشم. بنابراین نگاه نکنید که بچه شما که این استرس رو داره از خونه نیست، یکی به دوی شماها با همسرتون، بدگویی از دیگران، ترس از دیگران، نگرانی شما، استراب شما. بنابراین این و خیلی چیزهای دیگه اثر میذاره. آیا این کتاب، نمیدونم چی رای می نویسین، اسم این کتاب هست Parenting from Inside Out، از درونمون و بیرونمون والدین باشیم، ببینیم چه خبره. احساسات در واقع تو این کتاب ناخوشایند بچه ها رو نشون میده. نوشتن در کودکان میتونید سرچ کنید. حالا ادمین منم این وسط حتما سرچ میکنن، اگه منم رسیدم کامپیوتر جلومه، نمیدونم حالا بتونم همزمان هم این کار رو با هم بکنم، ولی انجام میدم. خب خانم 25 ساله دوباره، مادر،
اجازه بدید دخترتون درسشو یاد بگیره. هیچی نمیشه. زمانی که شما جلوی فرزندتون ازدواجشو میگیرید، مطمئن باشید بیشتر میرن سراغ اون کسایی که شما نمیخوان، چه پسرتون چه دخترتون. من در کالیفرنیا، به خصوص در لس آنجلس، در تمام لس آنجلس ولی در اورنج کانتی، سمینارهای زیاد، کلاسای زیاد، کلاینتای زیاد داشتم و همیشه میگفتم زمان و چقدر پرونده، چقدر فایل. و وقتی میمدن گفتن آره دخترم با فلان کس رفت که ما نمیخوایم، پسرم با فلان کس رفت که هم دین نیست، هم سن نیست، این نیست، این نیست، ما نمیخوایم و ما کارت اعتباری رو قطع کردیم، ما رابطه رو قطع کردیم، ما نمیخوایم چیزی داشته باشیم باهاشون. پیشنهاد من این بود نه، با بچه‌تون قهر نکنید، با بچه‌تون قهر نکنید و با فرزندتون آشتی کنید و بشنویدش و فقط بگید که ازت میخوام تو و اون دوستت با هزینه ما برید یه مشاور، یه دکتر پیدا کنید، یک روانشناس پیدا کنید و برید صحبت کنید هر کم که خودتون میخواید. من گفتم منم نگید بهشون الان توی دعوان مادر پدرم یکی رو میخواد، خودشون گفتن انتخاب کردن. اصلا و بگید که برن کمک بگیرن. اگر نگفتن که باشه حالا شما معرفی کن، خیلی ها هستن که ما میشناسیم میتونیم معرفی کنیم، ولی دیدن برعکس وقتی که این کار رو کردن چقدر خوب شد. نه ببن نه بگیر، و مثل اینکه یه ترازوه، این دوتا اونجا وایسادن دختر و پسر، الان بالانس دارن. وقتی که شما میای به هم میزنی اینا باز بیشتر نزدیک میشن با هم دیگه، توازنش رو نگه میدارن. حتی اگر پسر داد بزنه، دختر افسرده باشه فریاد بزنه گریه کنه، میگم ما دوتا فقط هم دیگه رو داریم، نه مادرم با هم خوبه، نه پدرم، نه فامیل، نه خواهر، نه برادر، پس من و تو باید به هر شرایطی هست همدیگر رو دوست داریم و با هم میمونیم. و من میگم میزری فاند میزری، بدبخت بدبخت رو پیدا میکنه. خب چی میشه؟ شما قراره با اون کسی که از شما رونده و مونده و میخواد الان با پسر فرانسوی ازدواج کنه، با پسر آمریکایی، با دین دیگه ازدواج کنه، بهش عاشقتم، دوست دارم، بی برو تراپی با این شخص. اون تراپیست بار اول میدونه چیکار کنه، خودش میدونه، خوب میدونه چیکار کنه. نه مثل شما حرف میزنه، نه مثل شما عمل میکنه، نه نصیحت میکنه، نه به قول معروف ادوایس میده. یه تست ساده و یه کلام 45 دقیقه صحبت کردن، 50 دقیقه صحبت کردن متوجه میشه و شاید هم زودتر بهش رو میگه انتخاب خودتونه. من این تستم البته ما به همه نمیدیم، من خودم وقتی میبینم شرایط بسیار ناجوره و دو نفر بهش رو به درد هم نمیخورن، اختلافای فاحشی هست، حتما کاری که میکنم بهشون میگم این کار خوبه، پیشنهادم اینه، چی کار میکنی؟ اگه اصرار دارن ادامه میدیم ولی کمکش میکنیم. خب یک پسر 7 ساله و یک پسر 1 سال و 8 ماه دارم. پسر بزرگم سر کوچکم داد میزنه، هول میده، 7 ساله و 1 ساله، و هر چقدر من بهش میگم نباید آسیب بزنی باز میزنه. اگر خانم اصلا این حرفا رو نداریم، اصلا نداریم، یعنی شما به هیچ وجه اجازه نمیدید، یک لحظه تنها نمیگذارید اینا رو با هم دیگه، یک لحظه تنها نمیگذارید. شما اولا باید ببینید که چی شده که پسر بزرگ شما بعد از به دنیا آمدن این بچه توجه نگرفته، بلد نبودید باش چه کار کنید که این شروع کنه از این نگهداری کنه، یارش بشه، دوستش بشه، دوستش بداره، توجه بده بهش، دایپرش رو عوض کنه، لباس رو عوض کنه، کمک کنه، حموم بده. حتما دادی بیداد کردید و فاصله گذاشتید بینشون و این حسادت پیش اومده. شما قراره نه غذا بپسی، نه کار بکنی، نه تلویزیون نگاه کنی. 24 ساعتی نشستی، 24 ساعت که نیست، 8 ساعت 10 ساعتش خوابن، بقیهش نگاه کنی و بگی نه 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 عزیزم، میتونی بیای بگیری بغلت، میتونی بازی کنی، ببریش چند تا چیز نشونش بده تو تلویزیون که بچه های بزرگتر با برادره کوچکتر چیکار میکنن، ما تو رو خیلی دوست داریم، اینم دوست داریم، تو این برادر این دوست میشین و و و و
نگذارید یک لحظه با هم باشن. این بچه شما که داره بولی میشه، داره ابیوز میشه، داره آزار جسمی و فیزیکی و روانی میبینه، بیمارتر از اون بچه میشه. آیا شما یا همسرت ایشونو زدین، داد زدین، فریاد زدین، تهدید کردین، تو سرش زدین، تحقیرش کردین، یه نوع آزاری دادید؟ اگر یک همچنین هست باید رو خودتون کار کنید و حتما قراره برید مشاوره خانوادگی، یعنی همگی قراره کار کنید روی خودتون. بنابراین شوخی نیست. این بچه‌ای که انقدر خشم داره 100 در 1000 از جایی گرفته، ژنتیک، میتونه عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل خونی، عوامل یادگیری و در واقع الگو برداری، کارتون های بد، حالا اونا هم هست، ولی اصل تو خانواده است که باید ببینین چیه، چی میگذره و اصلا تنهاشون نگذارید. دختر 10 سالتون اگر عدم تمرکز داره، سر کلاس نمیتونه بشینه، تو خونه نمیتونه بشینه، تو صف نمیتونه بشینه، حرف بقیه رو قطع میکنه، حواس پرتی داره، کتابش جا میذاره، اینو گم میکنه، اونو گم میکنه، وقتی میره میشینه پای تلویزیون دیگه هرچی صداش میکنه این جوابتون نمیده و علائم بسیار زیادی همراه باهاش، عصبانیت داره، خشم داره و غیره، باید ببرید یک تست تووا یا یک تست دیگه بکنن. حتی تستای نوشتنی هست، حتی تستای عملی هستش که بچه شما یاد میگیره که چگونه رفتار کنه، آموزش داده میشه. من نمیگم فوری قرص، بسیاری از علائم ADHD و ADD که در بچه ها دیده میشه قابل معالجه هستش با رفتار درمانی، گفتار درمانی، تشویق. و توی اینترنت هم داروهای گیاهی خوب هست. یک دارویی بود که چندین سال پیش، 20-25 سال پیش خیلی رایج بود اینجا و من میگفتم که بسیار کمک میکرد، حالا اگر یادم افتاد، کاگنیتیو کمپانیان فرمولا. اون موقع هم خیلی تلخ بود و بد بود، الان خیلی به صورت خوبش تهیه شده، کاگنیتیو کمپانیان فرمولا برای چیلدرن که حتما میتونید براش تهیه کنید. بله، بچه های پرحرف. حالا علائم ADHD یادتون باشه خیلی زیاد با علائم بیماری های بایپولار، دو قطبی شبیه هست و متاسفانه من اینو میدونم، متاسفانه بیشتره و استرس. تشخیص هایی که داده میشه اول همون hyperactivity with attention deficit disorder or attention deficit disorder، ولی این که شما باید بدونید که دقیقاً چه تستی داده میشه و چه کارهایی میکنید. حتما از همکنون هم شروع کنید بنویسید روزانه صبح چی میخوره، انواع و اقسام شکر، شیر گاو بدترینه برای بچه ها، جوس ها، چیپس و شیرینی و غیره را همه رو ممنوع کنین، آب میوه های فقط تازه معمولی، آب میوه های مصنوعی، حتی نوشته که طبیعی استفاده نکنید به هیچ وجه، اینا برای بچه ها بسیار بده. غذاهایی که میخواید بدید پرچربی نباشه، سرخ شده نباشه، اینا بسیار مضر، سبزیجات سبز و غیره و پروتئین، ماستای خوب و تخم مرغ، لبنیات به غیر از شیر خیلی خوبه. بنابراین این بچه ها وقتی میبریم تستشون میکنن، مطمئن باشید بگید هم استرس رو تست کنن و تووا هم اینا نشون نمیده، استرس رو تست کنن، چون من خودم هم تووا میدم. وقت در داره تموم میشه، بسیار عالی. بنابراین فقط با تست تووا کافی نیست، قرار آزمون های زیادی بشه که متوجه بشیم که
فرزند شما بیماری دیگه نداشته باشه، به خصوص بایپولار، بیماری های دو قطبی. من از شما خدافظی میکنم تا دوشنبه دیگه ساعت 8:30 بعد از ظهر در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران و اینستاگرام به امید بودن با شما نازنین ها. خدا نگهدار.